با شروع فیلم لی رو تو وضعیت عجیبی در حال کار میبینیم. لی 6 ماه قبل روزی که تازه از بیمارستان روانی مرخص شده بود و به یاد میاره. مادرش میاد دنبالش تا اونو به عروسی خواهرش ببره. تو عروسی پیتر دوست قدیمیش ازش میپرسه خوشحالی که برگشتی؟ لی بهش میگه نمیدونم. بعد دست هم دیگر رو میگیرن و شروع به رقصیدن میکنن. پدر لی رو میبینیم که از راه میرسه و باهاش سلام و احوال پرسی میکنه. پدر شروع به نوشیدن الکل میکنه. لی که فکر میکرد پدرش الکل رو ترک کرده ناامید میشه و سری میره به اتاقش و سعی میکنه با یه چیز تیز به خودش آسیب بزنه. سلام، به کانال رترو خوش اومدین. سپویلر پیش روه، مراقب باشین. ناگهان خواهرش میبینه که با شوهرش اونجا رو ترک میکنه و دیگه ادامه نمیده. هر موقع لی احساس ناراحتی میکنه سعی میکنه به خودش آسیب بزنه و به همین خاطر بود که خانوادهشون رو به بیمارستان روانی فرستاده بود. شب اون روز صدای پدر مادرش رو میشنوه که به خاطر نوشیدن بیش از حد الکل و اخراج شدن پدرش از سر کار با هم دیگه دعوا میکنن. میره نزدیکتر و از دیدن اینکه پدرش مادرش رو هول میده شوکه میشه. سری برمیگرده و کتری آب جوش رو میگیره و باهاش به خودش آسیب میرسونه. بعد از اینکه کمی با خودش فکر میکنه تصمیم میگیره که زندگیشو تغییر بده و به همین خاطر روز بعد به یک کلاس تایپ میره تا بتونه یه جایی به عنوان منشی استخدام بشه. تو کلاس تایپ لی رو میبینیم که سعی میکنه معلم‌ها تحت تاثیر قرار بده. بعد از کلاس مادرش میاد دنبالش. تو راه یه حادثه از گذشته که توش با چاقو به خودش آسیب رسونده بود و به یاد میاره. وقتی میرسن خونه لی تصمیم میگیره تا وسایل تیزی که تو اتاقش داره رو دور بندازه. تو آشپزخونه مادرش میبینه که داره چاقوها رو قایم میکنه. با دیدن این که حتی مادرش هم دیگه بهش اعتماد نداره خیلی ناراحت میشه و تصمیم میگیره تا وسایلش رو دور نندازه. تو سطل آشغال یه روزنامه با چند تا آگهی استخدام میبینه و تصمیم میگیره که روز بعد به یکی از اون آدرس ها بره. وقتی روز بعد میره به آدرس آگهی یه زن میبینه که با گریه اونجا رو ترک میکنه. داخل دفتر مستر گری که یه وکیل رو میبینه. بعد از اینکه خودشونو به هم دیگه معرفی میکنه مستر گری شروع به پرسیدن سوالای عجیب و غریب میکنه. بعد از پرسش و پاسخ لی نتایج تست تایپش رو به مستر گری میده. مستر گری که در حال تماس با کسی ازش میخواد که براش لیوان قهوه بیاره. وقتی لی برمیگرده به دفتر مستر گری بهش میگه دارم بهت میگم این کار برات خیلی کسل کننده خواهد بود. بعد از لی میپرسه نظرت تغییر نکرده؟ لی بهش لبخند میزنه و میگه نمیدونم. تلفن زنگ میخوره و مستر گری بهش میگه اهمیتی به تلفن نده. وقتی اون روز مادرش میاد دنبالش لی با هیجان بهش میگه که استخدام شد. روز بعد لی روز اول کاریش رو تو دفتر مستر گری شروع میکنه. لی به تلفن‌ها جواب میده و پرونده‌ها رو مرتب میکنه. میره به دفتر مستر گری و براش قهوه و دونات میبره. مستر گری بهش میگه که چند تا پرونده مهم و اشتباهی انداخته تو آشغالا و از لی میخواد تا اونا رو براش پیدا کنه. قبل از اینکه لی دفتر رو ترک کنه برای چند ثانیه به هم دیگه زل میزنن. وقتی لی میره بیرون مستر گری دوناتی که لی براش آورده بود و میندازه تو سطل آشغال. در حالی که لی داره تو آشغال دنبال پرونده ها میگرده مستر گری از پنجره بهش نگاه میکنه و از دیدن تقلای اون لذت میبره. لی پرونده ها رو پیدا میکنه و خوشحال میشه. ماشین مادرش رو میبینه و بهش میگه الان خیلی زوده، هنوز 5 ساعت دیگه سر کارم. مادرش بهش میگه که دوباره با پدرش دعوا شده و نمیخواسته که تو خونه بمونه. لی پرونده ها رو میبره دفتر مستر گری ولی گری بهش میگه که دیگه لازمشون نداره چون یه کپی ازشون داشته. بعد به لی میگه که تو دفتر چند تا موشه و ازش میخواد تا تله موش کار بذاره. وقتی لی خم میشه تا تله موشا رو کار بذاره، گری جای زخمای لی رو میبینه. مدتی بعد اکس وایف گری تریشو از راه میرسه. لی میره تا به گری خبر بده. گری که تو کمد قایم شده به لی میگه بهش بگو که من نیستم. وقتی لی بزنه گری میگه که اون تو دفترش نیست، تریشو بهش میگه منتظرش میمونم. یه دفعه تلفن زنگ میخوره و وقتی لی تلفن رو برمیداره صدای پدرش رو میشنوه. در حالی که داره با پدرش صحبت میکنه تریشو شروع به بهم زدن وسایل داخل دفتر میکنه. لی از پدرش میخواد که پشت خط منتظر باشه. تریشو به لی میگه به گری بگو توافقنامه رو امضا کنه و بعد خودش اونجا رو ترک میکنه. وقتی لی میخواد با پدرش صحبت کنه متوجه میشه که کسی دیگه پشت خط نیست. به خاطر اتفاقای اون روز لی میره سراغ وسایلاش و سعی میکنه به خودش آسیب بزنه ولی متوجه میشه که مستر گری داره بهش نگاه میکنه. خجالت میکشه و وسایلش رو در حالی که مستر گری داره اونجا رو ترک میکنه جمع میکنه. تو ماشین مادرش بهش میگه امروز پیتر زنگ زده بود. با شنیدن این لی خوشحال میشه. عصر اون روز لی با پیتر توی خشکشویی ملاقات میکنه و با هم در مورد اینکه چقدر با زمان نوجوانیشون فرق کردن صحبت میکنن. به صورت تصادفی مستر گری اونا رو در حالی که دارن همدیگر میبوسن میبینه. روز بعد سر کار مستر گری با عصبانیت به سمت لی میره و بهش نامه که توش 3 تا غلط املایی وجود داره را میده. لی خجالت میکشه و ازش معذرت خواهی میکنه. با
بعد شروع به نوشتن یه نامه دیگه میکنه. آخرای ساعت کاریش لی میره به دفتر مستر گری و نامه ای رو که نوشته بهش میده. گری متوجه پارگی دامن لی میشه و بهش میگه که از طرز لباس پوشیدنش خوشش نمیاد و بهش چند تا پیشنهاد میده. روز بعد گری از لی میخواد که بشینه پیشش و ازش میپرسه آیا اخیراً با کسی دیت داشتی؟ لی میگه آره، با پیتر، یه همکلاسی قدیمی. گری ازش میپرسه آیا قصد داریم با هم دیگه ازدواج کنیم؟ لی در جواب میگه نمیدونم. گری به لی میگه من میدونم که تو به خودت آسیب میرسونی. میدونم این کار و تماشای بهبود زخمات برات آرامش بخشه، ولی ازت میخوام که بهم قول بدی دیگه به خودت صدمه نزنی. لی با تعجب فقط به گری نگاه میکنه و بهش قول میده که دیگه هرگز خودشو زخمی نکنه. گری بهش میگه تو دیگه بچه نیستی و میتونی تنهایی بری خونه. بعد از این مکالمه به نظر میرسه که اونا همدیگه رو بهتر درک میکنن. گری یه عکس از آن قبلیش رو کنار گیاهش نگه میداشت، ولی الان یه عکس از لی رو اونجا میبینیم. وقتی لی تعطیل میشه به مادرش که بیرون منتظرشه میگه نمیخواد که دیگه بیاد دنبالش. در حالی که داره با خودش صحبت میکنه متوجه میشه که قبلا هرگز تنهایی جایی نرفته بوده. بعد پیش خودش فکر میکنه که داره کم کم به مستر گری علاقه‌مند میشه. روز بعد مستر گری به لی میگه که بره به دفترش و بعد بهش دستور میده که یه نامه رو براش بخونه. در حالی که لی داره نامه رو میخونه گری از پشت بهش سیلی میزنه. بعد در حالی که داره به سیلی زدن از پشت ادامه میده بهش میگه که به خوندن ادامه بده. لی که از این کار گری لذت برده بود بعد از ترک دفتر با تعجب از خودش میپرسه چه اتفاقی افتاد. تو خونه به مادرش میگه میتونی قفل کابینتی که توش چاقو رو قایم کردی رو باز کنی. صبح روز بعد قبل از رفتن به سر کار وسایلی که باشون به خودش آسیب میزد و میندازه تو رودخونه و با این کارش سعی میکنه گذشتش رو فراموش کنه. شب قبل از اینکه بخوابه در حالی که داره به مستر گری فکر میکنه به خود ارضایی میپردازه. از روز بعد مستر گری لی رو وادار به انجام کارهای عجیب و غریب زیادی میکنه و اونه که تصمیم میگیره لی چی کار کنه و چقدر غذا بخوره. چند روز بعد لی سر کار یه غلط املایی رو تو نامه‌ای که داره روش کار میکنه میبینه، ولی از قصر رهاش میکنه تا مستر گری پیداش کنه. وقتی نامه رو به مستر گری میده گری اونو نادیده میگیره. در حالی که معلوم از این کار گری ناراحت شده برمیگرده سر میزش. تو صحنه بعد پدر لی رو میبینیم که وضعیتش وخیمه و بستری شده. لی که خیلی ناراحته شب میره خونه مستر گری و در حالی که لکنت زبون داره سعی میکنه به احساسی که نسبت به اون داره اعتراف کنه، ولی نمیتونه و به جاش به گری میگه که میخواستم بگم فردا جلسه مهم دارین که یادم رفت بهتون بگم. مستر گری بهش میگه که ممنون و در رو روش میبنده. روز بعد گری سعی میکنه که لی رو از خودش دور نگه داره و ازش میخواد که وارد دفترش نشه. لی که کمی ناامید به نظر میرسه هر کاری که میتونه انجام میده تا توجه مستر گری رو به دست بیاره. شب اون روز سعی میکنه که از پشت به خودش سیلی بزنه، ولی موفق نمیشه احساسی که سیلی زدن گری بهش داده بود و تجربه کنه. صبح روز بعد یک کرم تو حیاط پیدا میکنه و اونو تو یک از نامه‌های مستر گری میذاره. گری داره با تعجب لی رو تماشا میکنه. وقتی گری برمیگرده به دفترش لی فقط بهش سوال میزنه. بعدن اون روز لی رو تو اتاق پیتر میبینیم که میخوان با هم بخوابن. لی سعی میکنه پیتر رو مجبور کنه که از پشت بهش سیلی بزنه، ولی پیتر فقط با تعجب بهش نگاه میکنه. روز بعد مستر گری نامه‌ای که توش کرم بود رو پیدا میکنه. به لی دستور میده که خم شه و دامنش رو بالا بکشه و شورتش رو در بیاره. لی اطاعت میکنه و به گری نگاه میکنه و فکر میکنه که این دفعه گری باهاش رابطه برقرار میکنه، ولی گری فقط خود ارضایی میکنه و از لی میخواد که بره بیرون. لی که از نتیجه کاری که کرده بود راضی به نظر میرسه به دستشویی میره و با دیدن لکه‌ای که رئیسش روی لباسش گذاشته بود لبخند میزنه. گری احساس میکنه کارای کنبالی میکنه اشتباهه و تصمیم میگیره هر چیزی که از لی نگه داشته بود آتیش بزنه. تو صحنه بعد لی رو توی رستوران تو همون نزدیکی‌ها میبینیم که داره به نوار در مورد اینکه چگونه میشه یه فرد مسلطی و مطیع بود گوش میده. روز بعد گری لی رو به دفترش فرا میخونه و ازش همون سوالایی رو که تو روز مصاحبه ازش پرسیده بود و میپرسه. لی کمی تعجب میکنه ولی سعی میکنه به روی خودش نیاره و بهشون پاسخ میده. بالاخره مستر گری به لی میگه که ازش خوشش میاد، ولی بعد ادامه میده و میگه دیگه نمیخوام که برام کار کنی و اونو اخراج میکنه. لی فکر میکنه اینم یه بازیه، ولی وقتی گری ازش میخواد که وسایلاشو جمع کنه عصبانی میشه و در حالی که داره گریه میکنه یه سیلی محکم به گری میزنه. به نظر میرسه که گری میخواد لی رو ببوسه، ولی میره و میشینه روی صندلیش و از لی میخواد که بره بیرون. لی بهش نزدیک میشه و سرشو ماساژ میده، ولی گری پول چند روز کارشو بهش میده و ازش میخواد که اونجا رو ترک کنه. در آخر لی مجبور میشه که وسایلش جمع کنه و با گری اونجا رو ترک کنه. در حین بیرون رفتن زنی که موقع مصاحبه دیده بود و به یاد میاره. چند روزی میگذره و لی میره تا چند تا کار دیگر رو امتحان کنه، ولی متوجه میشه که تو هیچ کار دیگه خوب نیست. یه روز پیتر لی رو به یه رستوران دعوت میکنه و ازش خواستگاری میکنه. لی بهش جواب مثبت میده.
بالاخره روز عروسی از راه میرسه و مالی رو میبینیم که داره لباس عروسیشو میپوشه. بعد از اینکه کمی با خودش فکر میکنه به این نتیجه میرسه که اون فقط مستر گری رو دوست داره. یه دفعه حلقه‌اش رو روی میز میذاره و به سمت دفتر مستر گری میره. وقتی میرسه اونجا به گری میگه که چه احساسی نسبت بهش داره، ولی گری بهش میگه که اونجا رو ترک کنه. لی بهش میگه که عاشقشه و اینو انقدر تکرار میکنه تا اینکه گری بهش دستور میده تا دستاشو روی میز بذاره و همونجا نگهشون داره تا اون برگرده. گری زنگ میزنه به پیتر و بهش میگه که لی تو دفترمونه. بعد زنگ میزنه به تلفن روی میز لی و از دیدن اینکه لی سعی میکنه با دهنش تلفن رو برداره تعجب میکنه. با دیدن این خوشحال میشه و اعتراف میکنه که اونم لی رو دوست داره. لی هنوزم منتظر مستر گریه که ناگهان پیتر وارد میشه. لی از پیتر میخواد که اونجا رو ترک کنه. پیتر بهش میگه داری به من خیانت میکنی؟ لی بهش توجهی نمیکنه و وقتی پیتر سعی میکنه اونو با خودش ببره با عصبانیت فریاد میکشه و بهش سیلی میزنه. بعد برمیگرده و دستاشو دوباره روی میز میذاره. به پیتر میگه که اونو دوست نداره و نمیخوادش و باعث میشه که پیتر بیچاره اونجا رو ترک کنه. صبح روز بعد لی رو میبینیم که نخوابیده و هنوزم دستاشو روی میز گرفته. ساعت‌ها همینطوری میگذرن و ما لی رو میبینیم که خسته و گرسنه دستاشو روی میز نگه داشته. پدر مادر لی و چند تا از دوستاش میان و سعی میکنن که اونو راضی کنن تا از این کارش دست برداره، ولی لی به حرفاشون گوش نمیده. بعد از گذشت 3 روز خبر لی همه جا پخش میشه. روز بعد مستر گری میاد و اونو با خودش میبره خونش. بالاخره با هم میخوابن و رابطه برقرار میکنن. لی و گری یه زندگی مشترک آغاز میکنن و با خوبی و خوشی با هم دیگه زندگی میکنن و فیلم هم اینجا به پایان میرسه. نظرتون در مورد این فیلم و کاری که لی با پیتر کرد چیه؟ ساخت این برنامه خیلی زمان بره و انرژی زیادی لازم داره. از این به بعد میتونین از طریق یوتیوب ثانکس با هر مقداری که دوست داشتین منو تو این را پشتیبانی کنین. اگرم که امکانش براتون نیست میتونین این ویدیو رو لایک کنین و با دوستانتون به اشتراک بذارین. امیدوارم که از تماشای این برنامه لذت برده باشین. ممنون از شما و تا درود دیگر. بدرود.